سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، با یک ویدیوی آموزشی دیگه از شبکه یک فکر نو در خدمت شما هستم. این ویدیو قسمت دوم از سری ویدیوهای من هست در مورد اینکه چجوری ما میتونیم رمزارزها و یا ارزهای دیجیتالی که تازه به بازار اومدن رو خریداری کنیم. توی جلسه قبل توی ویدیوی اولم به شما توضیح دادم که چجوری میتونین برین داخل وبسایت کوین مارکت کپ و رمز ارزهایی که به حساب جدید به بازار اومدن رو شما پیدا کنین و ببینین که چه مشخصاتی دارن. امروز میریم که متامسک رو اینستال کنیم و بعد از اون هم میریم که سراغ پنکیک سواپ. خب سلام مجدد عرض کنم خدمت همه شما دوستان عزیز. همطور که گفتم این قسمت دوم ویدیوهای ما هست در مورد اینکه چجوری میتونیم بریم که رمزارزهایی که تازه به بازار اومدن رو خریداری کنیم. قبل از وارد بحث اصلی بشیم، خواهشاً به افتخار همه فارسی زبان ها دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین، از این طریق ما رو حمایت کنین که ما بتونیم ویدیوهای بهتری رو برای شما تهیه کنیم. توی گوگل کروم همینطور که میبینین من اینجا متامسک رو دارم، پس اینجا نمیرم اینستالش کنم. در عوض بینیم که در داخل فایرفاکس اینستالش کنیم. پس من میزنم متامسک، اینجا میاد اولیش metamask.io، روش کلیک میکنم و این قسمت میزنیم که دانلود ناو. روی دانلود ناو فایرفاکس خودش، چون داخل فایرفاکس هستیم، خودش به حساب این رو انتخاب میکنه. داخل اندروید هم میتونین اینستالش کنین، داخل مثلا موبایل یا داخل آیفون یا اپل واچ نه ولی آیپد، اینها هم میتونین اینستالش کنین. وقتی روی فایرفاکس میریم اینجا میاد که اینستال متامسک فور فایروال فایرفاکس. بعد این قسمت میاد ادانز توی فایرفاکس که شما میتونین اد تو فایرفاکس که بزنین به حساب میاد داخل اینستال میشه برای فایرفاکس شما. لحظه صبر میکنیم. اد میزنیم. بله اینجا اومد. من الان الان که من اینجا هستم به حساب این رنگ فایرفاکس من تقریبا قرمز رنگ هست، یکم سخت دیده میشه ولی اونجا هست. وقتی روش کلیک میکنیم میگه که get started، حساب به خاطر کاری که نصبش کنیم. میتونیم اگه که آره میتونیم والت رو همین الان درست کنیم یا اینکه ایمپورت کنیم والتمون رو. مثلا ممکنه قبلا داشته باشیم، چون ممکنه شما از کامپیوترتون رو عوض کنین به حساب، یا که مثلا فایرفاکس رو به حساب دیلیت کنین دوباره برگردونین. در اون صورت شما میان روی ایمپورت کلیک میکنین، کلمه رمزتون رو میزنین و همه چیز دوباره برمیگرده سر جای اولش. ولی اگه تازه میخواین والت درست کنین روی قسمت کلیک create a wallet کلیک میکنین. سری توضیحات کلی داده. agree new password، حساب من یه پسورد میزنم. confirm password. okay create. اینو چون الکی درست میکنم نمیخوام که مثلا سیوش کنم اینجا. این قسمت یه توضیحات مختصر داده به شما در مورد اینکه به حساب پس فریز چی هست و اینها. من این رو بهتره برای اینکه ویدیو طولانی نشه پلی نمی کنم، ولی شما میتونید این رو ببینید و تماشا کنید. من روی نکس کلیک میکنم. آها این قسمت سیکرت ریکاوری فریز رو به شما میده. به حساب حواستون باشه اینجا که مثلا این وقتی روی این من کلیک کنم یه سری
تقریبا 12 تا کلمه به من میده که من اونها رو باید یه جایی سیوش کنم و هیچ وقت مثلا اون کلمه ها رو به کسی ندم، چون وقتی که هر کسی این کلمات رو داشته باشه میتونه وارد والت من بشه و از این طریق به حساب والت ترشی که داخل والت یا همون کیف پول من هست رو بزنه. خلاصه من الان چون این از این نمیخوام استفاده کنم، به حساب از این مدام ماسک نمیخوام استفاده کنم، به شما نشون میدم چه فریز هایی هست. حتی میبینید crouch, glance, train, traffic و قسمتش این رو به حساب شما میتونید کپیش کنید، بعد مثلا میان داخل، نه اینکه داخل دسکتاپ بذارین، یه جای خیلی مطمئن بذارین. من فقط میخوام به شما نشون بدم که این رو باید اینطوری انجام بدیم. پیست اسپیس ها مهم هست، به حساب هیچ کدومشون رو اسپیسشون رو عوض نکنین. ترتیب اینها هم خیلی مهم است. مثلا این کلار رو مثلا با کن مثلا جابجاش کنین داخل نمیاد، به خاطر همین سکیوریتی این میرم از خیلی بالا هست. خلاصه ترتیبشون رو به هم نزنین، تعدادشون رو به هم نزنین، هیچ کلمه ای رو نباید به هم بزنین. دقیقا همینطوری کپی پیست کنین، بعد نه چیزی زیاد کنین نه چیزی کم کنین، بعد نکست. الان از شما این پرسه که مثلا همون کلمه ها رو دقیقا به ترتیب وارد کنین که ما مطمئن بشیم شما اون رو سیو کرد. پس من میام اینجا یه رو مور بکنم، اوپن، زومش رو کم کنم، اوکی، میارم پایین تر. اوکی، کلمه اول crouch است، یک، glance، دو، train، سه، traffic، claw، can، discover، facial، there is facial، اوکی، wire، leader، pool و winter. اوکی، وقتی که همه اینا کامل شد کانفرم رو میزنین، میگن که آره به حساب متامسک شما درست شد. این صفحه به حساب هوم متامسک شما هست. همینطور که میبینین اینجا مثلا توی والت ایتریوم خودمون هستیم. این هم آدرسی که شما باید پول رو بفرستین اینجا. حساب میتونین خریداری کنین، میتونین پول رو سن کنین و میتونین که سواب کنین. توی این قسمتش باید بعدا بهتون توضیح بدم چی هست. این قسمت شما میتونین اینها رو عوضش کنین، به حساب ایتریوم هست، این میتونین نوش رو عوض کنین به حساب، و بعدا به شما نشون میدم که چجوری شما میتونین که به حساب بایننس رو بهش اضافه کنیم. اوکی، خب والت ما درست شد. اینجا میتونم از اینجا به حساب داخل لاکش کنم، میتونم که مثلا داخل ستینگش برم، به حساب کارنسی رو از اینجا میتونین عوضش کنین، یا که داخل این قسمت ها زیاد نمیخوام برم چون ویدیو طولانی میشه و اینها رو شما خیلی راحت میتونید تنظیماتش رو عوض کنین. من هیچ تنظیمش رو عوض نکردم واسه خودم. میتونین اینجا مثلا اگه یه روزی این به حساب یادتون رفت که مثلا این رو کجا گذاشتین، این کلمات رو میتونین داخل سکیوریتی سیتینگ بیاین دوباره ریویل سیکرت ریکاوری فریز رو بزنین، ولی باید پسوردتون رو که همون اول گذاشتین رو به حساب وارد کنین و برای شما اونها را دوباره از اول به حساب اینجا نشون میده، و این دفعه میتونید دوباره کپیش کنین و اینکه یا اینکه به صورت CSV فایل بیارینش بیرون. خب این بود از والد درست کردنه. خب توی این ویدیو به شما توضیح دادم که شما چجوری والد رو بسازین، والت متامسکتون رو. توی ویدیوی بعدی به شما نشون میدم که چجوری ترانسفر کنید ایتریومتون رو به این والت، یا اینکه بی ان بی رو بفرستین به این والت. چرا ایتریوم و بی ان بی میخواین؟ به خاطر این، وقتی شما داخل کوین مارکت کپ میاین روی قسمت کریپتوکارنسی که برین ریسنتلی ادد، همونطور که میبینین اینها کوین های جدید هستن و برای خرید اینها مثلا برای این یکی شما به
بایننس کوین لازم دارین که همون BNB هست. اینجا میبینین همه اینها BNB هست. ایتریوم لازم دارین که این کوین رو بخرین. ترون لازم دارین که این کوین رو بخرین. و اولانچه لازم دارین که این رو بخرین. سولانا لازم دارین که این کوین رو بخرین. ولی بیشتر از اینها همه خیلی بیشتر از اینها روی بلاکچین بایننس درست شدن. پس شما BNB لازم دارین. خب به خاطر همین شما لازم دارین که ایتریوم داشته باشین یا BNB که بتونین اون کوین ها رو خریداری کنین. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ این که به حساب کیف پول شما یا همون والت متامسک شما ایتریوم و BNB رو اضافه کنین. خب امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. هر سوالی دارین رو توی قسمت کامنت ها برای من بذارین، من حتما جواب میدم. به افتخار همه فارسی زبان ها خواهش میکنم اون دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین، ویدیوهای ما رو لایک کنین و از این طریق از ما پشتیبانی کنین. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.